در بخش اول مؤسسه سامان الحجاج چطور پا گرفت، چطور با سرمایه کلان ورشکست شد و ورشکستگیش چه تأثیری بر اقتصاد ایران داشت. در بخش دوم قانون کشور یهود چه تأثیری بر مسائل داخلی اسرائیل خواهد داشت و چه نقشی در رابطه اسرائیل و فلسطینی ها ایفا خواهد کرد. سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. مؤسسه سامان الحجاج در حدود 14 سال کار به یکی از مهمترین بنگاه‌های مالی ایران بدل شد. این مؤسسه که با سرمایه کمی بیش از 6 میلیون تومان کارش را آغاز کرده بود، در پایان 12300 میلیارد تومان سرمایه داشت و مبلغ بسیار بیشتری بدهی. این مؤسسه تنها بین سالهای 88 تا 94، یعنی 6 سال، سرمایه‌اش را حدود 125 برابر می‌کند. در آغاز قرار بود تنها در سبزوار کار کند، اما تا زمانی که به دستور قضایی کارش متوقف شد، در اغلب نقاط کشور شعبه هایی داشت که در آن سپرده های مردمی را با قول سودهای بسیار بالا در اختیار می گرفت. وقتی از پرداخت این سودها درماند، تازه تشت رسواییش بر زمین افتاد. سپرده گذاران برای دریافت اصل پول مراجعه کردند که روشن شد آن هم نیست. به تازگی روزنامه شرق در ایران یک مجموعه اطلاعات از جزئیات این پرونده منتشر کرده. آنچه در پرونده می‌بینیم کلکسیونی از اقدامات مالی غیرمعمول، پرداخت‌های سرسام‌آور و در کل شیوه‌هایی است که در یک مؤسسه مالی با سیستم شفاف غیر ممکن است. سامان الحجاج چگونه توانست چنین گسترش یابد؟ چطور ظرف 14 سال هیچ یک از نهادهای نظارتی کشور زنگ خطری درباره این مؤسسه به صدا در نیاورد؟ ماجرای سامان الحجاج درباره شرایط اقتصادی ایران چه میگوید؟ در برنامه امروز سه مهمان دعوت کردیم. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه سایت خبری ایران وایر از استانبول با ماست. احمد علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی از استکهلم و عبدالرضا احمدی، کارشناس مالی و مدیر مرکز ترویج جامعه باز و همینطور پروژه فسادبان از فرانکفورت در آلمان. خوش آمد میگم به هر سه مهمانمون. از آقای احمدی میخوام شروع بکنم، از شما بپرسم که شما به هر حال به طور تخصصی روی این جور نهادها کار میکنید و توجه به پروژه‌ای که روش فعال هستید، فکر میکنید که چه چیزی باعث شد که مؤسسه سامان الحجاج بتونه در این حد گسترش پیدا بکنه؟ ببینید، بهتره که یک مقدار این پازل رو در واقع بزرگتر ببینید. بازیگران اصلی بنگاه‌های مالی و مؤسسات اینچنینی که در بین دهه 80 تا 90 رشد قارچی داشتن رو در واقع سه عامل میتونیم معرفی کنیم: سپاه، نیروی انتظامی و وزارت تعاون. هرچند که عنوان میشه مؤسسات مالی غیر مجوز هستن، اما این مجوز در واقع یک اصطلاحی است که تنها برای مؤسساتی استفاده میشه که مستقیم با بانک مرکزی در ارتباط نیستن. اما تا سال 83 که مجلس در واقع قانونی رو برای به اسم در واقع تنظیم بازار غیر متشکل پولی تصویب نکرده، هر کسی میتونسته در واقع مؤسسه ای رو با اندک سرمایه‌ای به وجود بیاره و در واقع در بازار مالی شروع به فعالیت کنه. اما چه چیزهایی باعث شده که مردم جذب این مؤسسات بشن؟ میشه در واقع رشد نقدینگی، رکود، تورم و افزایش قیمت نفت در دهه 80 رو از عوامل اصلی دونست که موجب افزایش در واقع مشتریان این مؤسسات شد. صحیح. و آقای علوی، به هر حال این مؤسسات قرض‌الحسنه سابقه ای دارن که به قبل از انقلاب برمیگرده. همونطور که آقای احمدی هم اشاره کردن، خیلی ها میتونستن در یک جمع کوچک مؤسسه یا ایجاد بکنن مالی و چرخش مالی کوچکی داشته باشن. اما میدونیم که همواره بانک مرکزی با اینها سر ناسازگاری داشته، به شکلی چندان علاقه ای نداشته که شکل موازی کنارش یک مؤسسه مالی به این شکل قدرت بگیره. چه شد که در دهه 80 میبینیم که بانک مرکزی به نوعی مقابل اینها آرام آرام کوتاه آمد و اجازه داد دست اینها بازتر و بازتر بشه؟ خب در سال 83 همون قانون به اصطلاح نهادهای غیر متشکل مالی وقتی تبدیل به قانون میشه و برای اجرا داده میشه به دولت، در اون زمان دولت
در واقع آخر دولت خاتمی هست و وارد شدن به دولت احمدی نژاد، معاون رئیس جمهور آقای داوودی مانع میشه که این قانون ابلاغ بشه. در دولت احمدی نژاد با شعار عدالت بانکی خیلی پروبال دادن به این نهادها، علارغم اینکه به هر حال قانون موانع زیادی رو میگذاشت. حالا اون قانون خودش دارای مسئله بود، چرا که اینجا اشاره بکنم که قوانین مالی و اقتصادی ایران چندان پیشرفته نیست. میدونیم که در غرب بعد از سال 2007 تا 2009 که اون بحران بزرگ مالی جهان به وقوع پیوست، غربی ها خیلی به تلاش افتادن که چه این مسئله چطور به وجود آمد و چطور میشه جلوش بگرفت. تا قبل از اون ما یک قوانین داشتیم موسوم به بازل که به هر حال ما بر اساس اونها قرار بود که مؤسسات مالی از هر نوعش شفاف بشه، پاسخگو بشه و زیر نظارت قرار بگیره. بعد از این بحران این مسئله بسیار تشدید شد و از قضا گفته میشه که این صنعت بانک بر اساس اون به اصطلاح منابعی که ما تدریس میکنیم در دانشگاه بیشترین قوانین رو اگر بخوایم بگیم این صنعت پر میزان ترین قوانین هست و بیشترین مقررات رو داره در مقایسه با صنایع دیگه. بنابراین از اونجایی که کار با پول نقده بسیار پاسخگویی و شفافیت و زیر نظارت بودن به نوعی مهمه، اما خب دولت و اون نهادهایی که به هر حال قدرت داشتن، باندهای اهم از مذهبی یا سیاسی، جلو اینو گرفتن. حالا یا به شکل فرضاً اینکه به طور مشخص دولت این کارو بکنه یا اینکه نه دور زدن قوانین. اینکه دولت وقتی سکوت میکنه، وقتی به هر حال نهادی مثل بانک مرکزی مرعوب میشه، طبیعی است که حتی اون قوانینی که کامل نیست و با توجه به اینکه ایران میدونیم که نپیوسته به این در ارتباط با شبکه جهانی بانکی نبوده و نپیوسته به قوانین مربوط به پولشویی یا پالرمو یا قوانین مشابه بازل، همین چیزی که الان بحثش هست FATF، بله FATF، بنابراین حفره های زیادی در قانون وجود داشته. این قوانین پیشرفته نیست و نمیتونه مانع بشه در همزمان اهمال بوده، سهل‌انگاری بوده و قصور بوده از سوی دولت و نهادهای نظارتی. منتها از سوی دیگه عامل محرکه بیشتر اون باندهای به اصطلاح با نفوذ قدرت بودن که در روحانیت به قول آقای توکلی و قضات برجسته و به هر حال این نهادهایی که ما می‌دونیم در مقابل بوروکراسی و دیوان سالاری دولتی هستن. و این البته عجیب نیست تو این مورد، بارها از سوی فرماندهان سپاه دولت‌ها متهم شدن که لیبرال هستن و نمیتونن کشور رو اداره بکنن و اونها حاضرن که ببلن به این بخش های اقتصاد. بنابراین عجیب نیست اگر ما بیش از 10 نهاد مالی به اصطلاح تحت مدیریت و نظارت نظامیان داریم. آقای حقیقت نژاد، اشاره کردن آقایون که به نظر میاد که همیشه لینک هایی با قدرت باعث شده که این نهادهای اقتصادی مالی خارج از نظام بانکی معمول پا بگیرن، اما من باز میخوام سوال رو یک بار دیگه از شما به شکل دیگه مطرح بکنم. چه شد که در دهه 80 اینها به این شکل قارچوار رشد کردن و پولی که مثلا من اینجا یادداشت کردم همین مؤسسه سامل الحجج بین سالهای 88 تا 92 هست که بیشترین رشد رو داره. تا 88 رشد داره، رشد سرسام‌آوری هم داره، اما از 88 تا 92 125 برابر میکنه سرمایه‌اش. چطور این اتفاق میفته؟ بله، من اصلا اولش که این تقلیل دادن موضوع به سپاه یا دوره احمدی نژاد یا مثلا عمل کرده بانک مرکزی به نظر من یه جوری رهگم کن هستش، چون اینها مهمتر از همه پشتوانه دارن. اول اینکه پشتوانه نظری اسلامی دارن. ما اساسا چیزی در مورد الان در مورد مؤسسه قرض‌الحسن صحبت میکنیم، اینم به نظر من داره یه چیز دیگه توش گم میشه. ما در مورد بانکداری اسلامی داریم صحبت میکنیم. این فاجعه‌ای که آفریده شده حاصل عملکرد بانکداری اسلامی بوده. اولین پشتوانه نظری همون صندوق قرض‌الحسنی که 1346 هم تأسیس شده، اونجا تو سخنرانی معروف اونجا آقای خاموشی میگه که هر کس که ربا بخوره به جنگ خدا رفته. یعنی برای مبارزه با رباخاری بوده که این صندوق‌های قرض‌الحسنه تأسیس می‌شده. بله، ولی در مواردی همین سامان الحجج تا 80% سود بانکی به مردم. دقیقاً، یعنی پشتوانه مراجع تقلید رو هم داشت این تشویق به ایجاد صندوق قرض‌الحسنه
این یک بحثش بود. بحث دوم بعد از اینکه اون قابونی ها مجوز گرفتن، برخی از نهادهایی که خارج از کنترل دولت هستن اونو اولین مؤسسه های مالی مهم رو انجام دادن، یعنی سپاه ست مؤسسه داشت، بنیاد مستضعفان داشت، نیروی انتظامی داشت، اینا بعدن اومدن فرار کردن از این محلکه و تبدیل به بانک شدن و الان هم فعال هستن. پس بنابراین یک پشتوانه متأثر از ساختار دوگانه حاکمیتی هم در این زمینه داشتیم. یکی هم در دوره‌ای که تحریم ها تشدید شد، اینها یک مفر بسیار خوبی بودن برای پولشویی و یک ابزار قدرتمندی بودن. اون تشدید پولشویی در ایران هم در گسترش این صندوق‌های قرض‌الحسنه مؤثر بودش و در نهایت همگان متوجه شدند که این صندوق‌های قرض‌الحسنه یک ابزار بسیار خوبی هستش برای رانت دادن. ما در همین اسامی هم که افشا شده در مؤسسه مهاجرت می‌بینیم که یک شبکه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی اون زیر دست بوده که داشته از این منبع تغذیه می‌شده. بنابراین این پشتوانه نظری، اون ساختار دوگانه سیاسی، پولشویی و ایجاد یک شبکه رانت در به وجود اومدن این فاجعه مؤثر بوده که الان این صندوق تبدیل شده به یک نمادی از این فاجعه و فقط اینو تقلیل بدیم به یک نهاد اشتباه هستش و موضوع خیلی فراتر از این هستش و هنوز نهادهای مهمتری وجود داره که بعضا جرأت ندارن سراغ اونها برن. و البته میدونیم که این تنها مؤسسه مالی اعتباری هم نیست که ظرف این سالها به مشکل مواجه شده، متعدد هستند این مؤسسات. آقای احمدی، به نظر شما چرا با وجود نهادهایی که در کشور هستند به اسم نهادهای شفافیت و نهادهای بازرسی، سازمان بازرسی کل کشور هست، نهاد دیگری هست که آقای توکلی از نمایندگان سابق مجلس داشتن اسمش بود، در الان در مجمع تشخیص هستن آقای توکلی و اون نهادی هم که دارن نهاد شفافیت هست اسمش. این آقای توکلی میگه من باعث دستگیری مالک مؤسسه سامان الحجاج شدم، قبل از من اصلا کسی یاد ایشون هم نبود. ولی بحث مهمتر این هست که چقدر این نهادها کارایی دارن در رسیدگی به یک همچین مؤسساتی که میدونیم که این مؤسسات همونطور که گفتید احتمالاً زد و بندهایی با باندهای خیلی بالای قدرت دارند و دستشون به جای بند هست. برای ببینید در واقع این نهادها و شکلی نهادهایی که حالا به اسم شفافیت کار میکنن، عملاً وقتی خودشون بخشی از این رانت هستن، مثل همین آقای توکلی که گفتید که در مورد حتی مدرک تحصیلیش اگر هم هست دیگه نمیشود توقع داشت که در این مجموعه فساد در واقع فسادی بیاد فساد دیگر رو در واقع جلوش رو بگیره. کل این مجموعه داره به همدیگه کمک میکنه، رانت هایی که به قول شما در همین یکی دو روز در روزنامه منتشر میشه، تمام مسئولین در واقع رده بالای نظام رو شامل میشه. اما همونجوری که در قسمت اول صحبت هم عرض کردم که باز اینجا باید اشاره در واقع بکنم بهش، عرض کردم اون چیزی که مردم رو جذب کرده به این مؤسسات در واقع نبود یک اقتصاد پویا در ایرانه، قشر متوسط با درآمد ثابت برای اینکه یک حاشیه امنیتی داشته باشه مجبور بوده که جذب این میزان در واقع این آگهی های جذابی بشه که قرار یک سود بزرگی رو به اینا برگردونن. و وقتی که این سرمایه جذب شده توسط این مؤسسات که عرض کردم قسمتش یا به سپاه بسته است یا به نیروی انتظامی و حتی در دولت روحانی هم همین کاسپیان که در واقع مجوز بانک رسمی هم داشته و نهایتا یک بانک زیانده شده، به خاطر اینکه در سه در واقع مسیر اشتباه دولت اومده با یک سری بخشنامه پولا رو وارد بازار غیر اقتصادی کرده، تسهیلاتی داده شده که بر نگشته، موفقات بسیار بزرگی که برآوردش بیش از 100 هزار میلیارد تومان هست، مجموعه اینها یک موزل بزرگی رو به عنوان در واقع فروپاشی مالی شده. از زمانی که این مؤسسه‌های از سحر و الیکا بگیرید تا الان، از مؤسسه‌های که در دوره آقای هاشمی بوده، بعد آقای خاتمی، بعد آقای احمدی نژاد، به قول آقای حقیقت نژاد یک موزلی هست که سالهاست باهاش اقتصاد ایران دست به گریبانه. چرا کماکان این ادامه پیدا میکنه؟ آیا اونطور که شما میگید بعد برداشت ما این باشه که در واقع رشوه های رانتی داده میشه به عده‌ای که این فضا ادامه پیدا بکنه؟ رشوه رانتی و من اسمشو در واقع یک کلاهبرداری سیستماتیک میذارم. در واقع تمام این افرادی که بستگی های
نسبی یا در واقع به واسطه رشوه با عوامل قدرت داشتن در واقع بستر یک کلاهبرداری بزرگ رو از سپرده مردمی که عرض کردم قشر عظیمش رو در واقع قشر متوسط با درآمد ثابت رو در واقع اینا یک پروژه بوده که به این سمت رفته و از طرفی هم یک سری حالا سرمایه گذاری مثل سرمایه گذاری تو بازار طلا بوده تو ساختمون سازی بوده که اینها هم در واقع چون یک سرمایه گذاری های غیر علمی و دقیق بوده در واقع هیچ بازه‌ای رو نداشته و یک ورشکستگی بزرگ مالی رو در واقع منجر شده. آیا علوی شما اقتصاددان هستید، اقتصاد ایران اقتصاد مشکلداری هست در حال حاضر، اصلا چقدر ممکن هست برای یک مؤسسه مالی، چه بانک باشه چه مؤسسه باشه چه صندوق قرض‌الحسنه باشه، که بتونه اینقدر سود بده؟ اصلا چقدر سود منطقی هست در اقتصاد حال حاضر ایران؟ بستگی داره به اینکه ما اقتصادهای مختلف با توجه به اون ارزش به اصطلاح چیزی که ارزش زمانی پول و ارزش به کارگیری سرمایه داره مقدار سود متغیره. ولی اون چیزی که در به اصطلاح بورس‌های جهان که در واقع اونها یکی از شاخص‌هایی هستن که میزان سود رو بر اساس اون اندازه‌گیری میکنن که میانگین سود چقدر هست، خب یک چیزی در واقع سودها بخشیش سود ثابته که همون نرخ به کارگیری وام یا تسهیلات هست و اون به هر حال ثابته با توجه به میزان تورم و یک مقدار بالاتر از اون مقدار ریسکی که هست. حالا اگر کسی بخواد در پروژه هایی که ریسکش بالاتر هست سرمایه گذاری کنه، در اون شرایط خب طبیعی است بجز میزان به اصطلاح بهره ثابت که تقریباً میشه گفت بین 2-3% بستگی به تورم، فرضاً اگه تورم 2% باشه نرخ بهره یه چیزی در همون حدود خواهد بود یا یه چیزی بالاتر. به میزانی که ریسک بالا میره میزان بازده پول یا بازده سرمایه گذاری یا اون سودی که مطالبه میشه از اون سرمایه گذاری هم افزایش پیدا میکنه. پس بنابراین اون چه که در ایران میبینیم که حتی سود بانکی گاهی تا مثلا 20% میره، این غیر عادی هست به نظر شما؟ خب این اصلا توجیه اقتصادی نداره. چه حتی با توجه به این که شما توجه بکنید که نرخ رشد اقتصادی در ایران چقدر است، بین 3-4% بوده در بهترین حالتها، یا بگه میانگین این 30 ساله یا 40 ساله چیزی کمتر از 3% بوده. خب بازده سرمایه هم در واقع در همین حدود به اضافه اون میزان ریسکی که اون سرمایه گذاری انجام میشه. بنابراین این سودهایی که داده میشه در ایران از نظر تئوریک نامعقوله. منتها از اونجایی که تورم در ایران بسیار بالاست، چیزی که فرضاً حدود 20% بوده در گذشته میانگینش، یا الان در شرایط گفته میشه که فرضاً دو رقمی نیست بلکه یک رقمی، یعنی حدود 10%، خب میزان سرمایه گذاری باید یک چیزی بیش از این باشه. حالا بانک‌ها فرضاً الان بهره‌ای رو که میدن به مشتریانشون چه چیزی بین مثلا 15% قاعدتاً باید باشه، اما در شرایط فعلی حتی بانک‌های سنتی و خصوصی یا حتی دولتی با لطایف الهیئه همین قوانین هم دور میزنند و البته سودهای بالاتر میدن، و این به اون دلیله که این بانک‌ها از اون جهت که در معرض ورشکستگی هستن میخوان نقدینگی جذب بکنه و به اصطلاح اون وام‌هایی رو که گرفتن با وام‌های جدید پرداخت میکنن یا سپرده‌ها رو با وام‌ها پرداخت میکنن. الان مشکلی که هست در هفته جاری ما میدونیم که مجمع عمومی چندین بانک از جمله بانک صادرات لغو شد به خاطر اینکه این شرکت ها این مؤسسات مالی یا بانکی عملا ورشکسته هستن، یعنی اون دارایی هاشون کفاف بدهی ها و سپرده ها رو نمی کنه، و از اون جهت بود که این به اصطلاح مجمع عمومی لغو شد تا اینکه اون حساب هایی که به هر حال آب قاطیش هست رو ترمیم بکنن و شاید به اصطلاح بشود این مسئله رو مجمع عمومی رو راه انداخت. یا در شرایط فعلی خبر میرسه که بانک‌های نظامی قرار است که ادغام بشود، یعنی تمام بانک‌های که تحت نظارت یا مدیریت یا مالکیت فرضاً سپاه پاسداران امنیتی‌ها یا فرضاً حتی ارتش بوده، اینها تجمیع خواهد شد و قرار است که اینها در یک بانک دولتی ادغام بشود. این خب این هم یه فرایندی است برای پوشوندن اون زیان انباشته و بزرگ و اینکه در نهایت این زیان‌ها که به وسیله چپاولی که از سوی راندخاران انجام گرفته و به کیسه اونها رفته از مالیات‌ها، پول نفت یا حتی
چاپ اسکناس بدون پشتوانه، پول بدون پشتوانه جبران بشه و این به معنی تورمه. خب این وضعیت نظام بانکی، نظام بانکی ایران اگر ما بخوایم مبالغه نکنیم یه نظامی در آستانه ورشکستگی و ما میدونیم با ورشکستگی اون بخش مالی، بخش حقیقی اقتصاد یعنی صنایع هم ورشکست میشن و دولت برای اینکه اینو جبران بکنه و پنهانش بکنه دائما پول تزریق میکنه به این بانک ها برای اینکه نذاره آشکار بشه و بنابراین اون به اصطلاح ورشکستگی سریالی اتفاق نیفته، چون در اون صورت خب به هر حال دیگه نمیشه جلوشو گرفت و کل حاکمیت در واقع ورشکستگیشو اعلام میکنه. آقای حقیقت نژاد، یه جوری الان به نظر میاد که دائم صحبت این میشه که یک نهادهای موازی هستند که اینها قدرت‌های اقتصادی کلانی دارن، قدرت‌های فراتر از اقتصادی قدرت‌های دیگری دارن، اینها هستند که میان وارد میشن و چنین سیستمی رو پیش میبرن، اما به هر حال دولت‌ها هم ابزاری دارن. دولت، حالا من نتا نمیخوام بگم دولت خاصی، نه دولت آقای روحانی، دولت احمدی نژاد، دولت خاتمی، همه اینها به نوعی کوتاه اومدن در قبال اینها. در دوره آقای احمدی نژاد که گفته میشه حتی تشویق شدن به خاطر اینکه آقای احمدی نژاد علاقه ای نداشت به سیستم بانکی موجود و میگفت این سیستم درستی نیست، باید تغییر بکنه. چرا دولت‌ها نمیتونن جلوی این سیستم بایستند اگر براشون مسئله ساز هست؟ اگر که به تاریخ این مؤسسه نگاه بکنیم همون جمله اول شما تایید میشه، یعنی چون زور اونها خیلی زیادتره. شما ببینید فروردین 58 وقتی که برخی از تجار رفتن که مجوز بانک اسلامی رو گرفتن از آقای خمینی، بعد کار به استعفا در دولت موقت کشید و در نهایت اونها اومدن سازمان اقتصاد اسلامی رو تشکیل دادن که همین الان هم تو وبسایتشون نوشتن که ما همون بانک اسلامی هستیم و 1200 صندوق قرض‌الحسنه داریم. سال 83 هم که دولت آقای خاتمی اومد اینها رو سازماندهی بکنه و نظارت بکنه، همون سازمان اقتصاد اسلامی هم رفتش و اونجا 400 تا رو از این صندوق های قرض‌الحسنه رو جمع کرد، تجمع صورت داد. یعنی دولت ها هیچ منفعتی ندارن، یا منظورم این بود در واقع، آیا دولت ها فقط مسئله شون این هست که زورشون نمیرسه یا یه منافعی هم دارند که کنار میان با این قضیه؟ هر دو صحیحه، به این معنی که بعضی مواقع که تلاش هایی شده زورشون نرسته. یعنی آقای توکلی مثلا در یکی از افشاگری ها پیرامون همین مؤسسه گفته که این آقای میرعلی میرفته با اسلحه در واقع رئیس بانک مرکزی رو تهدید میکرده. معمولا رئیس های بانک مرکزی هم اونجور شخصیت های مثلا بجز آقای نوربخش اینجوری نبودن که یه پشتوانه سیاسی قدرتمندی تو ساختار سیاسی داشته باشن که بتونن جلوی این مهره هایی که انقدر پشتوانه عظیم سیاسی دارن بیستن و بنابراین کوتاه میومدن. پس بنابراین میشه گفتش در یه دو بخشی دولت ها اگر هم تلاشی میکردند نمیتونستند. در یه بخشی هم مثلا مثل دوره آقای احمدی نژاد که طبق همون باورهای دیرین علاقه به این شبکه موجود نداشته و در مسیر تشویق قرض‌الحسنه بوده، یا این که میتونستند از این نهادهایی که خارج از کنترل بانک‌ها داشتن فعالیت می‌کردن برای پولشویی استفاده بکنن، اینجاها ما می‌بینیم که در واقع پوشش یعنی در واقع همپوشانی منافع ایجاد می‌شده بین دولت و دولت هم حتی می‌تونسته از این به عنوان یک ابزاری استفاده بکنه. کلیت حکومت ایران، چه بخش‌های دولتی و چه بخش‌های غیر دولتی، همواره برای تأمین فعالیت‌ها بخش عمده از فعالیت‌های غیر رسمی خودشون که در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستش، نیاز به پرداخت پول دارن. یکی از مهمترین کانال‌هایی که میتونن این پول رو پرداخت بکنن به وسیله اون بتونن اعتبار بخرن و رانت بخرن همین صندوق‌های قرض‌الحسنه هستش. بنابراین میشه گفتش که یه بخشی از این صندوق‌ها همیشه ابزار دست قدرتمندانی بوده در داخل دولت و در خارج از دولت که بتونن به وسیله اون یک شبکه مالی و سیاسی جمع‌جور بکنن. تا این در حال گردش هستش ما نمیتونیم بگیم هیچ چشم‌اندازی وجود داره. شما ببینید با وجود همه این تجمع‌ها و همه این بحثایی که در جریان هستش، الان فرمانده بسیج گفته که نه شبکه بانکی نمیتونه به محروم کمک کنه، ما میخوایم با همکاری کمیته امداد 7600 تا صندوق قرض‌الحسنه در سراسر کشور ایجاد بکنیم. آقای رئیسی در آستان قدس رضوی هم یه ایده شبیه همین داره و میخواد کارهای قرض‌الحسنه بکنه. یعنی کماکان اون منافعی که برای انواع نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی داره نشون میده که علارغم حتی این بحرانی هم که پیش اومده حاضر نیستن دست از این سفره بردارن، چون ابعاد مالی که وجود داره خیلی بیشتر از این هستش که ماجرای مثل سامان الحجاج بتونه به اون ضربه بزنه و هنوز سود بسیاری هستش. شاید اگر که مثلا کارنامه یک نهادی مثل همون سازمان اقتصاد اسلامی رو برن سراغش، اونجا متوجه میشن که
چه ابعادی در جریان است. سال 93 فقط در یک قلم باز شد که اونها یک دستاندازی 3000 میلیارد تومانی کردن به منابع سایر صندوق ها. یک نماینده مجلس باز کرد ولی به سرعت حرف خودش رو پس گرفت چون پای یک مافیای بزرگتری در میون بود. الان این آقا چون داماد امام جمعه سبزوار بوده شاید این راحتی قربانی شده. شاید اگه داماد آقای مکارم بود یا کسی دیگه بود به این راحتی قربانی نمیشد. آقای احمدی، چرا سیستم بانکی ایران علارغم اینکه به هر حال یک سیستم یک پارچه هست، تعداد زیادی بانک درش مشغول هستن، نمیتونه جلوی این سیستم های مالی اعتباری قد علم بکنه؟ چرا نمیتونه همین کاری که اینها میکنن رو سیستم بانکی بکنه؟ ببینید، اول بذارید در ادامه صحبت دومرمان عزیزتون بگم که در مورد نقش دولت گفتید. دولت خودش یکی از مقصرین در واقع امروز این فاجعه بانکی است. بیش از رشد بدهی دولت اخیر در یک سال اخیر بیش از 5700 میلیارد تومانه. خود بدنه دولت بیش از 200000 میلیارد تومان امروز به بانک‌ها بدهکار هستن. و وقتی که دولت اینقدر ضعیف باشه و اینقدر وابسته باشه، در واقع قطعا نخواهد توانش نقش کنترلی و نظارتی داشته باشه. اما اینکه چرا بانک‌های، اگر من درست متوجه شدم، چرا بانک مرکزی در واقع نتونسته قد علم کنه؟ خب برای اینکه اصلا این نهادها زیر نظر بانک مرکزی نیستن. اینها اکثرا نه آقای احمدی، منظور من چیز دیگه بود. منظور من این هست که به هر حال نهادها در جذب مشتری موفقن. تعداد زیادی از افراد میرن و با اینها به اینها اعتماد میکنن، پولشون رو در اختیار نمیگذارن یا برعکس از اینها وام میگیرن. چرا سیستم بانکی یک پارچه کشور نمیتونه این کار رو انجام بده؟ چرا نمیتونه بازار رو از دست اینها خارج بکنه؟ برای اینکه یک موزل بزرگتری در سیستم بانکی وجود داره و اون که توی صحبت هم دیگه عرض کردم، در واقع نتونسته یک اقتصاد بازی رو ایجاد کنه که درش تولید باشه. تمام پولی که در بازار در واقع سرمایه ایران رفته همش به سمت دلالیگری، به سمت در واقع بازار شبه پول رفته و بانک مرکزی وقتی که یک خلأ اینچنینی در اقتصاد به وجود اومده، نتونسته یک بازار امنی رو ایجاد کنه و خودش در واقع بتونه سرمایه های که میتوانسته از سپرده به سمت تولید ببره رو ازش تولید سود بکنه. در حال چه مؤسسات اینچنینی، خب همونجور که آقای علوی هم گفتن، اصلا تولید در واقع سود یک تعریفی داره، یک حدی داره و کاملا کلاهبرداری. حالا اینکه چرا بانک مرکزی این کارو نمیکنه، شاید یک مقدار در واقع مدارا میکنه، برای در نهایت عمل در واقع تمام این مؤسسات در قالب یک نظام اقتصادی سالم در واقع قابل تعریف و دفاع نیست. آقای علوی، نظر شما چیه؟ چرا سیستم بانکی نمیتونه این کاری که اینها انجام میدن رو انجام بده؟ خب ابتدا باید تاکید کنم که نظام اقتصادی ایران یا بگیم کل حاکمیت یک نظام ولاییه. وقتی میگیم نظام ولایی یا بانک، خب تسری پیدا میکنه به نظام بانکی. یعنی اونجا ما شاهد یک نظام دوگانه ولایی هستیم. بخشی است که به هر حال کم یا بیش قانون پذیره، بخش دولتی یا بخش بانکی سنتی است، و بخشش که زیر بار این مسائل نمیره. خب طبیعی است که بانک های سنتی به هر حال یک سازوکاری دارن. بوروکراسی دیوان سالاری مانده از دوره شاه، هر چند مانند چینی بستنی به وسیله آخوندها به هر حال چینی به نوعی سرهم شد، اما اون کارکرد رو نداره. در مقابل اون یک نهادهای جدیدی سر برافراشتن که اینا به هیچ قاعده و مقررات و همون مقررات حداقلی و همون شفافیت و پاسخگویی دولتی که البته اون هم کافی نیست. چرا در دنیای امروز ما شفافیت یه مفهومی داره، یعنی اینکه اموال مشاع جامعه از آن شهروندان هست و شهروندان میبایست حاکمیت داشتن، بر اساس اون حاکمیت سیاسی دارن، حاکمیت اقتصادی دارن و غیره. در حاکمیت، پس فکر میکنید که دلیل مخالفت ها با این لایحه شفافیت میتونه همین مسئله نهادهای مالی این چنینی باشه؟ بله البته. ببینید، در مشهد ما می‌بینیم که مجوز مثلا موسیقی یا کنسرت داده میشه در این شهر، در اون شهر مشهد زیر بار این قضیه نمیره و از قضا بیشترین نهادهای قرض‌الحسنه‌ای که به هر حال دچار این مشکلات فساد مالی مدیریتی بودن از همون سامان میاد. خب اون در واقع اگر بخواید پیگیری کنید ریشش، یا اینکه این رشته میخوره به بیت رهبری. بنابراین تا وقتی این حاکمیت دوگانه وجود داره ما شاهد این قضیه هستیم. از طرف
دیگه. بانک مرکزی بنا به گفته وزیر سابق اقتصاد گفت اهرم‌های لازم رو نداره، به گفت اصلا ناکارآمد، نمیتونه کاری بکنه. کما اینکه این کارهایی رم که انجام شده، اگه من بخوام با صراحت صحبت بکنم، کارهایی است به روی کاغذ. یعنی گفته میشه الان فرضاً رئیس بانک مرکزی سابق آقای سیف گفته بود که ما برچیدیم این بانک ها، این قرض صندوق های قرض الحسنه و بانک ها و این نهادهای مالی اعتباری که به این شکل هستن، در حالی که اینا وجود دارن. بنابراین هر اقدامی شده رو کاغذ بوده، به عمل نمیاد. چرا؟ برای اینکه اون قدرت حقیقی، اون قدرت قانونی یا حقوقی رو نمیذاره اجرا بشه، حتی اگر تمایلی باشه. گرچه خود دولت هم در واقع از این نمد در واقع کلاهی میسازد و از این به حساب سفره چیزی دارد. بیاد بیاریم بخش عمده ای از اقتصاد ایران بیش از 40% غیر شفافه و البته نهادهایی که الان تحت نظارت رهبری هستن از این خالی یغما بهره میبرن، چه برای فعالیت های خارج از کشورشون، چه در داخل کشور. ممنون آقای علوی. اجازه بدین یه دقیقه آخرم فرصت بدین آقای حقیقت نژاد هم صحبتی بفهمه. آقای حقیقت نژاد، به هر حال دولت وارد شده، به همون بحثی که گفته میشه پول چاپ شده و بخشی از این ضرر زیان مردم رو جبران کرده. تا کجا دولت ها در ایران میتونند با این قضیه کنار بیان؟ و اگر که دولت آقای روحانی میومد و اینها رو باز میکرد، چه واکنشی احتمالاً میداشت؟ من فکر کنم این جمله که آقای روحانی، که جمله خیلی عجیبی که در تقدیر از آقای سیف گفت که چرا با آقای سیف مخالفت میکنه، راهگشا هستش. ایشون گفتش که با آقای سیف حمله میشه، با آقای سیف مخالفت میشه، چون ایشون مبارزه کرده با فساد. اگر این جمله درست هستش و آقای روحانی تن داده به رفتن و برکنار کردن رئیس، یعنی مدیری که داشته مبارزه میکرد با فساد، بنابراین همه چیز روشن هستش و نشون میده کماکان اون نهادهای قدرت موفق شدن یه فرد مبارز با فساد دیگر رو از کار برکنار بکنن و این روند ادامه خواهد یافت. کماکان دولت به علت اون ناتوانی ساختاری که داره و نقطه ضعف‌های مالی برای تأمین این همین خسارات این مؤسسات که داره، خیلی نمیخواد وارد این ماجراها بشه. در همین یه مورد که الانم وارد شده، هزاران میلیارد تومان ضرر به در ابعاد مختلف اقتصاد ایران وارد شده. بنابراین من فکر میکنم که این یه تجربه بسیار سختی بوده که نتیجهش هم رفتن آقای سید بوده به نوعی، و دولت آقای روحانی هم دیگه به این سادگی پا به این میدان ها نخواهد گذاشت. ممنونم. رضا حقیقت نژاد، آقای علوی و آقای احمدی، متشکرم که در این بحث با ما همراه شدید. در این بخش دوم برنامه نگاهی می‌خوایم بکنیم به قانون تازه تصویب شده در کنست اسرائیل با عنوان قانون کشور یهود. قانون کشور یهود اسرائیل را به عنوان میهن مردم یهودی می‌داند و می‌گوید گسترش شهرک‌های یهودی نشین در مناطق اشغالی به نفع منافع ملی اسرائیل است. مطابق این قانون، عبری تنها زبان رسمی اسرائیل و بیت المقدس شامل هر دو بخش شرقی و غربی پایتخت کشور خواهد بود. تغییراتی که بعضی از نمایندگان عرب کنست میگویند به معنای پایان اسرائیل به عنوان یک کشور دموکراتیک است. این قانون باز محلی شده برای دعوا بین رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. آقای اردوغان گفته روح هیتلر در بدن مسئولان اسرائیلی حلول کرده، تشابهی که به شدت برای اسرائیلی ها توهین‌آمیز است و آنها را به واکنش واداشته. جزئیات این قانون چیست که چنین واکنش هایی به همراه داشته؟ برای بحث در این مورد دو مهمان همراه ما هستند. حبیب حسینی‌فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از بن آلمان با ماست، و میر جاودان‌فر، استاد و پژوهشگر ارشد در مرکز میان رشته‌ای دانشگاه هرتزلیا از تل آویو به ما پیوستن. خیلی خوش آمد میگم به هر دوی شما. از شما شروع کنم. آقای جاودان‌فر، کمی بیشتر در مورد این قانون برای ما توضیح بدید، چرا انقدر مهم هست؟ ببینید، بعضی سلام خدمت شما و بینندگان شما. ببینید، این قانون برای کسایی که حامیش هستن مهم هستش، چون از دیدگاه اونها به تمام دنیا داره میگه که این کشور کشور یهودی هستش و کسایی که حق تعیین سرنوشت اون رو دارن یهودی ها هستن، و کسایی که کشور اسرائیل رو به عنوان یک کشور یهودی نمیشناسن الان دیگه گزینه دیگری نخواهند داشت، چون الان به عنوان یک قانون تصویب شده در اسرائیل. و کسایی که مخالفش هستن میگن که خب این کشور عکس 775% یهودی هستش، هیچ شانسی وجود نداره که در آینده به کشور غیر یهودی بشه، و چرا ما واسه همچین چیزی رو بگیم؟ جو به کسایی که یهودی نیستن به اونها میگه که این کشور به اونها تعلق نداره. یه چیز یک قانونی هستش که
ببینید به خاطر این قانون مثلا فرض اگه تصادف بشه بین یک یهودی و غیر یهودی در اسرائیل، نمیاد قانون به یهودی یعنی تبعیض باشه برای یهودی ها در قانون. هنوز قانون هایی که قبلا غیر یهودی ها داشتن از اونها هنوز برخوردار هستن. نگران چیزی که اونها که مخالف این قانون هستن میگن که قانون به کسایی که غیر یهودی هستن، به اونها میگه که شما شهروند اسرائیلی هستید، شما از تمام قانون ها برخوردار هستید، ولی این کشور به شما تعلق نداره. سرنوشت یعنی شما شهروند درجه دو هستید یا نه؟ آیا معنیش نه 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 شهروند درجه نو چون قانون ها عوض نشده، هنوز تمام قوانینی و احزابی که داشتن غیر یهودی ها هنوز محفوظ هستش. پس چرا چیزی که به اونها نمایندگان عرب اینقدر ناراحت هستند از این موضوع که بعضی هاشون اون قانون رو پاره کردن در کنست؟ درسته، و چون به کسایی که غیر یهودی هستن میگن که شما در سرنوشت سازی این کشور شریک نخواهد بود، چون هم تو که قانون میگه میتونم متنشو به انگلیسی به فارسی ترجمه کنم: the right to exercise national self-determination in the state of Israel is unique to Jewish people. حق تعیین سرنوشت ملی در کشور اسرائیل منحصر به مردم یهودی است. و این نگرانی از این وجود، خب چه نمیتونستن بگن در کشور اصلا منحصر به مردم یهودی و غیر یهودی و تمام شهروندان هست؟ اینو نگفته، گفته منحصر به مردم یهودی است که اینها خب حق هم دارن، ناراحت شدن. آقای حسینی فرد، همونطور که آقای جامعتان فرد هم اشاره کردن، اسرائیل اقلیت گستردهی داره، حدود 25% جمعیت کشور اقلیت‌های مختلف هستند، یکی از بیشترین کشورهای اقلیت نشین در خاورمیانه هست، از بسیار از کشورهای دیگر اقلیت‌هاش بیشتر هست. ولی به هر حال این ناشنیده نیست در خاورمیانه که کشورها یک دین رسمی دارند، یک قانونی دارند که اون دین رو ترویج میکنه، مثل ایران، مثل بسیاری از کشورهای دیگه که خاورمیانه داره. چرا در مورد اسرائیل اینقدر حساسیت هست در این مورد؟ خب در نظر بگیریم که در اصطلاح آقای هرتسل که اواخر قرن 19 1897 اون به عنوان اولین مبتکر ایجاد کشور فلسطینی شناخته شد، اون مانیفست خودش که در اونجا هم از دولت یهود صحبت میشه. فرض کنید در نامه بالفور وزیر خارجه انگلستان سال 1917 به جامعه یهودی انگلستان که اون هم میگه من حمایت میکنیم از ایجاد کشور اسرائیل یا دولت یهود، باز صحبت از دولت یهود. چرچیل همین حرف رو میزنه، پلان یا طرح سازمان ملل تو سال 1947 از دولت یهود صحبت میکنه. خود آقای بن گوریون اولین نخست وزیر اسرائیل که اون بیانیه استقلال رو میخونه باز از دولت یهود حرف میزنه. حتی سال 1985 هم یکی بزنید که اسرائیل قانون اساسی نداره، یه سری قوانین داره به عنوان قوانین مبنا، البته این قانونی که الان تصویب شده چهارمین قانون مبنای این کشوره، ولی سال 1985 هم دوباره توی یکی از این قوانین اسم دولت یهود هست، منتها با این تفاوت که در کنار دولت یهود روی وجه دموکراتیک این مثلا کشور این دولت تأکید ویژه‌ای هستش. یعنی همون سال 1948 که می‌خواستند به اصطلاح اعلام استقلال بکنن، در چارچوب تضاد و کشمکشی که بین لایک‌های اسرائیل یا لایک‌های یهودی و اون ارتدوکس ها بود، قرار شد این پارادوکس این تضاد طوری اینجوری حل بشه که علاوه بر اشاره به ماهیت یهودی دولت، روی بچه دموکراتیکش، روی اینه که حقوق همه شهروندان اسرائیل صرف نظر از نژادشون، مذهبشون، گرایششون به رسمیت شناخته میشه، این واقعیت داره. در این یعنی تأمین میشه. در این قانون جدید نه اسمی از دموکراسی هست، روی همونطور که آقای جالدن فرم اشاره کردن، روی اینه که حق حاکمیت ملی عمدتاً به طور انحصاری در دست ملت یهود. از اون بر خب میدونید که زبان عربی رو عملا از رسمیت انداختن و به اصطلاح به شهرک ایجاد شهرک های یهودی ویژه به طور مشخص به عنوان یک ارزش شناخته شده و دولت گفته ما از شهرک ها یا جماعات یهودی که به طور خاص ایجاد بشن و کسای دیگه درش حضور داشته باشن حمایت میکنیم، اینها بیش از پیش جنبه های ضد دموکراتیک داره در این کشور فلسطینی اسرائیلی و به نوعی با یک طوری که منتقدان میگن یک مؤلفه هایی از نژاد پرستی و آپارتاید رو میده بگیم. و آقای حسینی فر اشاره کردی به قضیه شهرک نشینی، چون بحث صلح با فلسطینی ها اگر که بتونیم الان دیگه اسمش رو پروسه صلح بگذاریم، بسیار تحت تاثیر این قضیه قرار میگیره. میدونیم که زمانی همین قضیه پروژه شهرک سازی ها باعث شده بود که متوقف بشه پروسه صلح. فکر میکنید که با این قانون جدید چه تغییراتی در پروسه صلح حاصل میشه؟
این قانون بیش از پیش به صدا پروسه صلح با مشکل و مانع مواجه میکنه. میدونیم که مدت هاست که آقای نتانیاهو به جای اینه که بیاد در چارچوب مذاکره با فلسطینی ها اون اصلا قراردادهای اسلو رو مبنا قرار بده و بر اساس اونا باشون مذاکره کنه، یک خواست معین داره که بیاید و دولت اسرائیل به عنوان دولت یهود به رسمیت بشناسید. الان که اینو قانونیش کردند، خب هم فلسطینی ها بیش از پیش به مسیر امتناع خواهند افتاد و همینه که فرض کنید در اگر بخواد یک کشور واحد ایجاد بشه، با توجه به اینکه بیش از پیش ایجاد دو تا کشور مستقل با این شهرک نشینی های گسترده که شهرک های گسترده که در درون اراضی فلسطینی ایجاد شده، ایجاد دو کشور مستقل بیش از پیش زیر علامت سواله. حالا گیریم که این دو تا کشور واقعا یه روز ایجاد بشن، به هر صورت اون موقع یک اقلیت بزرگ اسرائیلی در درون خاک فلسطینیه و اونها هم باید، فلسطینی ها هم باید بیان حقوق اینا رو رعایت بکنن. موقع اسرائیلی ها حقوق عرب 1,200,000 نفر عرب ساکن خودشون رعایت نمی کنن طبق این قانون، فلسطینی ها چه وسط تعهدی دارن که رعایت بکنن حقوق اسرائیلی ها رو؟ اگر هم وسط یک کشور واحد ایجاد بشه که فلسطینی ها هم، یعنی اسرائیل حاضر نشه به رسمیت بشناسه این کشور مستقل فلسطین را، همین وضعیت ادامه پیدا کنه، بیش از پیش این اراضی کرانه غربی رو منظم بکنه با خاک خودش، اون موقع خب همونطوری که این قانون در مورد 1,200,000 نفر شهروند عرب اسرائیلی داره تبعیض قائل میشه، در مورد فلسطینی هم تبعیض قائل میشه، اون موقع هم باز به رسمیت شناخته نخواهد شد. بیش از پیش همزیستی اسرائیل و فلسطین در هر چارچوب و هر فرمولی که بخوایم نگاهش بکنیم با مشکل مواجه میشه. از این جهتش همونطور که اتحادیه اروپا بسیاری از کشورهای دنیا ابراز نگرانی کردند، اگر تا امروز مذاکرات صلح با این دولت و این ائتلاف بسیار راستگرا مشکل مواجه بوده، از امروز بیش از پیش دشوارتر شده با این کار. آقای جاودان، پیشتر هم ظاهراً مواقع متعددی پیش اومده که گروه های راست در کنست خواستند که این قانون رو تصویب بکنن، مخالفت هایی شده از طرف گروه های چپ و گروه های دموکراتیک. ممکنه یه مقدار الان در مورد چینش قدرت در اسرائیل برای ما صحبت بکنید؟ آیا این به معنای قدرت گرفتن بیش از پیش جناح راست و در واقع محافظه‌کاران جدی در اسرائیل هست که بتونن چنین قانونی رو به این شکل تصویب بکنن؟ ببینید الان دولت آقای نتانیاهو بیشتر احتیاج داره به احزاب دینی، به احزاب مذهبی و احزاب ملی‌گرا، چون الان آقای نتانیاهو خودش یه خونده موضعش در اسرائیل ضعیف شده، سه پرونده فساد الان علیه ایشون باز هستش که ایشون داره بازجویی میشه، همسر آقای نتانیاهو الان داره بازجویی میشه برای فساد، پسرعموی آقای نتانیاهو داوید شمرون که در یک معامله برای خرید زیردریایی از آلمان داره اونم بازجویی میشه در پلیس، و آقای داوید بیتان که یکی از شرکای ارشد ایشون هستش در حزب لیکود، یکی از اعضای ارشد حزب لیکود، از ایشون هم داره بازجویی میشه برای فساد. آقای نتانیاهو الان موضعش حساس هستش، ضعیف‌تر شده، نگران هستش در خود حزب لیکود، پس بنابراین هر روز بیشتر وابستگیش به این گروه‌های مذهبی و ملی‌گرا که همچی قانونی رو می‌خواستن داره افزایش پیدا می‌کنه و نتیجه‌شو الان ما می‌بینیم. و با این تصویب این قانون چه تأثیری در قدرت او خواهد داشت؟ آیا او میتونه با توجه به اینکه به هر حال آقای نتانیاهو مدت هاست در قدرت هست و احزاب چپ یا احزابی که با او مخالف بودند در انتخابات پیشین هم چندان موفق نبودند، بیشتر احزابی که راستای افراطی بودند با او وارد کنست شدند، آیا فکر میکنید که این در واقع نشان دهنده این هستش که اسرائیل به سمت بیشتر یک کشور راست بودن داره پیش میره؟ ببینید اگه فردا یک جنرال قبلی اسبق ارتش اسرائیل بیاد که سیاس باشه مثل آقای نتانیاهو، که هم سیاست مدار باشه هم در چیزهای امنیتی مثل آقای نتانیاهو تجربه داشته باشه، به نظر من اسرائیلیا به اون رأی خواهند داد. در این کشور ما مشکل داریم که به خاطر تاریخ این کشور دوست دارن کسی که قلدر به نظر میاد، کسی که واقعا تسلط نشون میده، که تسلط داره روی تمام مشکلات بیرونی و امنیتی در این کشور برنده میشه، و در حال حاضر کسی وجود نداره که بتونه با آقای نتانیاهو رقابت کنه. فردا کسی بیاد چپی باشه یا دیدگاه‌های مرکزی تری داشته باشه، متعادل تری داشته باشه و مثل آقای نتانیاهو تجربه نظامی داشته باشه و یه آدمی باشه که تجربه در سیاست داشته باشه، به نظر من اسرائیل به اون رأی خواهد. بنابراین با این حساب متأسفانه کسی الان
الان وجود نداره. آقای جاوید افتاد، با این حساب فکر میکنید که تأثیر تمام این اتفاقات بر اون پروسه‌ای که به عنوان پروسه سئول مطرح بود، حالا گرچه میدونیم که مدت هاست به نوعی متوقف هست، چه خواهد بود؟ آقای حسینی فر میگن تأثیر بسیار بعدی ممکنه روی پروسه سئول داشته باشه، ممکن اصلا پروسه سئول رو متوقف بکنه. چه پروسه صلحی؟ ما داریم راجع به افسانه ها حرف می‌زنیم. خانم قاضی زاده، هیچ پروسه صلحی وجود نداره. پس کلا دیگه پس اسرائیل رو باید یک کشور واحد حساب کرد که علاقه هم نداره که تغییری در موقعیت حال حاضر ایجاد بکنه دیگه. دولت کنونی اسرائیل هیچ علاقه ای نداره، ولی در کشور اسرائیل کشور دموکراسی هستش. امیدواریم که در دولت‌های آینده، در انتخابات آینده، کسایی که اصلا میتونن شکست بخورن، دولت جدید سر کار بیاد و همین قانون رو همین الان دارن صحبت میکنن که عوضش بکنن، چون به شهروندان دوروز اسرائیل که 84% جووناشون به سربازی میدن، اونها بسیار اونها بهشون برخورده و الان همین الان دارن صحبت میکنن که قانون عوض بکنن. ولی من میخوام ببینم که فقط مسئله دروزها در این در میشه گفت در تعمیر این قانون، در مرور این قانون بهش دقت نشه. ما 17% هموطن مسلمون داریم که اونها هم باعثی در این قانون شامل بشن و قانون تبدیل بشه یک به کشور اسرائیل متعلق هستش به تمام شهروندانش، نه فقط شهروندان یهودیش. آقای حسین، به هر حال یه روندی طی شده تا به اینجا رسیده. چه به نظر شما چه روند بین المللی و داخلی در اسرائیل طی شد که به این شکل؟ این شما گفتید که حدود 70-80 سال کشور یهود مطرح بود ولی تا اینجا به این شکل قانون در نیامده بود. چه روندی طی شد که به اینجا رسید؟ چرا تا به حال نمیتونستن این قانون رو به این شکل تصویب بکنن یا در موارد قبلی به نتیجه نرسیده بود؟ خب در نظر بگیریم که اسرائیل بعد از تشکیلش تا 30-40 سال عمدتاً از طریق حزب کارگر و عمدتاً نمایندگان یک تفکر مدرن که بیشتر از اروپا رفته بودن اونجا مثلا اداره و کنترل می‌شد، یعنی اونها دست بالا رو در دولت داشتن. از دهه 80 که قدرت به نوعی به حزب لیکود منتقل شد، بیش از پیش یهودیانی از جاهای دیگه تونستن بیان در قدرت، بیش از پیش سهم ملی‌گراها، نیروهای ارتدوکس مذهبی در قدرت بیشتر شد، به خصوص با فروپاشی شوروی و مثلا اومدن یک شمار گسترده از یهودیان از درون این کشورهای بلوک شرق سابق، حتی از کشورهای آفریقای آسیایی، و برهم خوردن ترکیب جمعیت. بیش از پیش ما می‌بینیم که نیروهای مذهبی، ارتدوکس ها، ملی‌گراها در صحنه سیاسی اسرائیل صاحب قدرت میشن. و خب در سالهای اخیر هم آقای نتانیاهو عمدتاً یک ائتلافی رو تشکیل داده که حیات و مماتش وابسته به رأی همین احزاب کوچک متعلق به ارتدوکس ها و ملی‌گراها بوده و روی اینها، به خاطر اینها بسیاری از گرایش های راست درش تقویت شده. خود حزب لیکود ما می‌دونیم درش انشعاب شد که آقای شارون زد بیرون. امروز یک سری مسائل داخلی از این طریق، یعنی مثلا عوض شدن ترکیب و اون وضعیت جمعیتی و گرایش‌های فکری در درون جامعه اسرائیل، و یک مقدار هم مثلا این هوشمندی، اگر اسمش بشه بذاریم هوشمندی آقای نتانیاهو، که یک تهدید امنیتی مثل ایران رو بزرگ کرده، بیش از پیش به عنوان یک خودش رو ناجی مردم اسرائیل در برابر خطری به نام ایران و اینکه مقامات ایران میخوان نابود کنن این کشور رو، بیش از پیش خودش رو جا انداخته و در عرصه سیاسی اسرائیل رأی به دست آورده. اینها هم کمک کرده که همین الان هم وضع آراش به رغم همین موارد فسادی که آقای جاودان فر اشاره کردن وضعش بد نباشه و سال دیگه هم که انتخابات همچنان به اصطلاح امید داشته باشه که موفق باشه. اینها همه به اصطلاح دست به دست هم داده که به نوعی این قانونی که از 7 سال پیش صحبتش بوده امروز جنبه به اصطلاح عملا تصویب برسه، هرچند که خب همونطور که اشاره شد در درون اسرائیل خود آقای رئیس جمهورش باهاش مخالفت کرده. البته حزب کارگر برآمد خیلی قوی نداشته. می‌دونیم که آقای هرتسوگ رهبر حزب کارگر گفته امیدوارم، یعنی گفته که تاریخ نشون خواهد داد که این قانون به ضرر اسرائیل خواهد بود یا به نفعش خواهد بود، ولی نگرانم که این توازنی که تا حالا بین جنبه یهودی و جنبه دموکراتیک دولت اسرائیل بوده برهم بخوره. یعنی متاسفانه در اپوزیسیون هم به غیر از حزب مرس احزاب دیگه آنچنان در کنار عرب ها نایستادن، هرچند که خب در کنست درسته که مثلا 62 رای در برابر 55 رای آورده، ولی در جامعه اسرائیل که متاسفانه داره این گرایش ها عمل میکنه و آقای نتانیاهو مرتکب این گرایش.
و آقای جاودانفر فکر میکنید که حمایت دولت آقای ترامپ چه تأثیری داشته در اینکه آقای نتانیاهو چنین اعتماد به نفسی پیدا بکنه برای بردن چنین قانونهایی به کنست و رأی گرفتن؟ اینکه آقای ترامپ انتقاد نمیکنه از آقای نتانیاهو و همیشه از او حمایت میکنه به نظر من خیلی مسئله رو راحت تر کرده برای آقای نتانیاهو که چنین قوانینی رو تصویب بکنه، چون مثل آقای اوباما از سیاست‌های آقای نتانیاهو انتقاد نمی‌کنه. ولی واسه اینم قبول بکنیم که یکی از دلایلی که ملی‌گرایان در اسرائیل قدرت گرفتن این هستش که هر دفعه چپ‌گرایان در اسرائیل در روند صلح به فلسطینی و اراضی اشغالی رو پس دادن، شمارش اسرائیلیایی که کشته شدن در حملات فلسطینی افزایش پیدا کرد و اصلا به شماره‌های بی‌نظیری رسید. پس خیلی در اسرائیل به این نتیجه رسیدن که خب ما میخوایم صلح بکنیم، ولی هر دفعه ما بیشتر صلح میکنیم ما رو بیشتر میکشن. خب این معنی که گروه های راستگرا در اسرائیل قوی تر میشن. آقای حسینی فر، نظر شما چیه؟ آیا فکر میکنید که این برایند بین المللی در واقع حمایت هایی که ظرف ماهای اخیر دیدیم از اسرائیل شده از طرف دولت آمریکا تاثیر داشته در تصویب چنین قانونی؟ حتما تأثیر داشته. در نظر بگیریم که صرف نظر از اون سیاست داخلی ترامپ که مبتنی بر حمایت از اقتصاد داخلی یا نوعی از به اصطلاح در افتادن با اتحادیه اروپا و چینه، در عرصه سیاست خارجی عمدتاً سیاست این دولت با حمایت بی سابقه ای که از اسرائیل میکنه، چه در زمینه به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، چه در زمینه خروج از برجام که باز در چارچوب منافع اسرائیل به نوعی انجام شد، و چه در خروج آمریکا به اصطلاح خروج بی سابقه است از شورای حقوق بشر به عنوان اینکه خب این شورا رو منتقد اسرائیل میدونست، اینها همه نشون میده که یه مقداری دولت آمریکا بیش از اونها با اسرائیل هستش و آقای نتانیاهو مستظهر به این حمایت. حتی اینی که آقای به اصطلاح ترامپ در حال حاضر آنچنان با خطر برکنایی روبرو نیست، آنچنان کنگره علیش اقدامی نمی‌کنه به رغم همه مسائلی که در رابطه با پرونده روسیه و اینا مطرحه، به همین نزدیکی کم سابقه شاید برگرده که این دولت با اسرائیلیا با جامعه یهود داره. ولی تا اونجایی هم که به صحبت آقای جاودان فر برمیگرده که احزاب چپ و مسئله صلح و اینکه فلسطینی ها کشت و کشتار کردن، این بخشی از واقعیته. واقعیتش اینه که در همون مذاکرات اسلو هم ما شاهد یک نیت واقعی و یک عزم و اراده جدی در مورد اسرائیل نبودیم. ما می‌دونیم که در همون دوران مذاکرات اسلو در بین 1993 تا 1998-1999 شمار شهرک نشین‌ها در اراضی فلسطینی در سواحل غربی بسیار رشد پیدا کرد. یعنی یک روندهای متناقض اسرائیلی‌ها پیش بردند که عملاً کمک کرد به نیروهای افراطی در درون فلسطینی‌ها بیش از پیش حماس رو پرمال داد. این کار هم باید در نظر گرفت. من خواهش می‌کنم چون خیلی فرصت کم هست، من 30 ثانیه فرصت دارم آقای جاودانفر پاسخ بدن به این. آقای جاودانفر ببینید، آقای اهود باراک اومد 97% اراضی اشغالی رو به فلسطینی ها میخواست بده، آقای عرفات گفتش نه، بعدش اومد انتفاضه دوم رو شروع کرد. بهتر از این در تاریخ اسرائیل ما هیچ وقت توصیه‌ای نخواهیم دید و دیدیم که آقای عرفات چه بلایی سر اسرائیلی آورد. ممنونم از هر دوی شما آقایون، متاسفانه فرصت کم هست. آقای حسینی فر ممنونم. حبیب حسینی فر و میر جاودان فر، این بود صفحه دوی آخر این هفته. این برنامه و برنامه‌های هفته گذشته میتونید روی صفحه دو در وبسایت ما پیدا بکنید، bbcpersian.com/صفحه 2، و همینطور میتونید روی فیسبوک برنامه ما رو ببینید، facebook.com/bbcpage2. روی نشانه توییتری ما @bbcpage2 لینک یوتیوب و پادکست ما منتشر میشه. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب روزتون خوش.